سخنرانیمون رو میخوایم باز کنیم و درس بچه ها جدید داریم از کتاب هدیه های آسمانی، درس بسیار زیبا، درس 16. بله بچه های گل من، ببینید پسرای خوب من، در درس 16 کتاب هدیه های آسمانی عنوانش هست طبیعت زیبا. شما هم لطفا باز کنید کتاباتون رو، درس 16 طبیعت زیبا. و انزلنا من السماء ماء طهورا، پسرای خوبم، و ما از آسمان آبی پاکیزه فرستادیم. خدای مهربان برای نظافت ما این آیه رو نازل کرده، و انزلنا من السماء ماء طهورا، و ما از آسمان آبی پاکیزه فرستادیم. پسرای خوبم نگاه کنید، ببینید این جنگل، این جنگلو چقدر تمیز و زیباست. خب حالا نگاه کنید این دشت پرگل رو، نگاه کنید این دشت گل لا، این دشت گل‌های لاله رو چقدر زیبا و قشنگه. باز هم بریم ببینیم. بله بچه‌ها، این ساحل و تمیز و زیبا چقدر قشنگه. خب تصویر بعدی رو نگاه کنید. وای بچه‌ها ببینید اینجا رو، چی شده که این ساحل اینقدر کثیف شده؟ ما این همه جاهای قشنگ رو دیدیم، اینجا چی شده که اینقدر ساحل کثیف شده؟ خب ببینید، وای این جنگل رو نگاه کنید چقدر کثیف و آلوده است. بچه ها چرا بعضی از ما انسان ها کاری میکنیم که جنگل ها، دریاها و طبیعت زیبا آلوده و کثیف بشن و این همه نعمت های زیبای خدا رو ما از بین ببریم؟ نگاه کنید چقدر زیباست این دریا، و این نگاه کنید این دشت های قشنگ وقتی تمیز و پاکیزه هستن چقدر زیبا هستن. و یا اینکه اینجا رو بچه ها نگاه کنید، ببینید این دشت پرگل و زیبا رو چقدر قشنگن بچه ها. خب ببینیم آقای میرزاده میخواد چی بگه بهمون درباره این جاهای قشنگ و زیبای طبیعتمون. خانم در مورد کثیف شدنشون بگم چرا اینجوری میشه؟ که فناوری زیاد باشه. آخه وقتی کارخونه ها رو نزدیک طبیعت میسازن یا آشغال میریزن، اما آشغال ریختن به چیز نیست، اما کارخونه بسازن اما خراب کنن طبیعت رو، در عوض پیشرفت میکنه. بله مرسی از شما، آفرین که داری توضیح میدی قشنگ، باریکلا. بله بچه های گلم، همانطور که در درس های قبلی خوندیم و یاد گرفتیم که هر چی که داریم هدیه های الهی و نعمت های خداست، جهان اطراف ما هم هدیه های الهیه، پس ما باید به نعمت های الهی احترام بذاریم. چرا باید احترام بذاریم؟ بله چون این هدیه ها رو بهترین دوست ما خداوند به ما داده، پس باید به بهترین شکل از اونا مراقبت کنیم. رعایت نظافت و پاکیزگی هم جزء مسئولیت های ماست، جزء وظایف ماست که طبیعت رو زیبا و تمیز نگه داریم. در دین ما اسلام به ما سفارش شده که بهداشت و پاکیزگی رو رعایت کنیم و فقط در مورد محیط زیست تاکید نشده، تاکید شده که همه جای کشورمون رو پاکیزه و تمیز نگه داریم. پسرای خوبم، همینطور که پیامبرمون صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، پاکیزگی نشانه ایمان است.
رعایت نظافت محیط اطرافمون باعث احترام گذاشتن به حقوق دیگران میشه، چرا که طبیعت فقط برای ما نیست که ما بریم از اونجا استفاده کنیم و هر کاری دوست داشتیم بکنیم، آشغال بریزیم، آتش روشن کنیم. نه، متعلق به همه انسان هاست و ما اجازه نداریم به اونا آسیب برسونیم. بچه های خوب من، اگه شما هم تو مدرسه بودید و سر کلاس بودید، با بقیه همکلاسیاتون همکاری میکردید در مورد تمیزی و نظافت کلاسمون، در مورد نگهداری پاکیزگیش؟ بله، حتما این کار رو میکردید. حالا که بچه ها مدرسه نیستیم، تو خونه ای، الان موقع خونه تکونیه، دیدید کلیپ هایی که تو صبحگاه آقای مسعودی آقای کنشتو برامون گذاشته بودن؟ بله، ما باید همه جا رعایت پاکیزگی و نظافت رو بکنیم. آفرین به اون پسرها، آفرین که در نظافت خودشون با بقیه همکاری میکنن. بچه ها، همکاری در محیط زیست باعث میشه که کارها زودتر انجام بشه، نه تنها در محیط زیست، حتی همکاری بچه ها، همکاری در پاکیزگی در خونمون هم باعث میشه که مامانمون کمتر خسته بشه و زودتر کارامون انجام بشه. پس همتون دوست دارم در پاکیزگی محیط خونه هم با ماماناتون همکاری داشته باشید، کموداتون رو درست کنید، تمیز کنید، مرتب کنید، اون کاغذهای اضافتون رو بریزید دور، لباساتون رو مرتب بذارید، آشغال تراشاتون رو نریزید، کاغذاتون رو نریزید، موقعی که خوراکی میخورید راه نرید توی خونه و خوراکی بخورید، یه جا بشینید، یه بشقاب بذارید زیر دستتون، خوراکیتون رو بخورید. اینها همه چی میشه؟ در حفظ پاکیزگی کمک میکنه به محیط زندگیتون. یکی از نعمتهای خدای بزرگ که با ما انسانها داده آب هستش. آب نعمتیه که بچه ها باعث پاکیزگی میشه و به کمک آب و شستشو میتونیم آلودگی ها رو بشوریم و تمیز کنیم. پس باید در صرفه‌جویی این نعمت هم خیلی کوشا باشیم، در مصرف آب اسراف نکنیم، چرا که خداوند اسرافکاران رو دوست نداره. خداوند یک آیه نازل کرده که از آسمان آبی تمیز و پاکیزه فرستاده، که این آیه رو اول درس براتون خوندم، گفتم و انزلنا من السماء ماء طهورا. بله، از آسمان آبی پاکیزه فرستاده شده تا ما با اون بتونیم محیط اطراف خودمونم پاکیزه نگه داریم. آفرین به شما پسرای گلم که خوب درس رو گوش میکنید. بله بچه ها، درس امروز ما در مورد طبیعت زیبا هستش. نگاه کنید چه طبیعت زیبایی بود بچه ها. این دریا رو نگاه کنید، دارن چم، باید کوشا باشیم پسرا، درسته؟ خب، درس امروزمون هست طبیعت زیبا. بله، داستان این درس در مورد یک پسر کوچولو مثل شما که با خانوادهش رفته کجا؟ اجازه بدید من اینو بزرگترش بکنم، که با خانوادهش رفته به طبیعت. شما هم برای گردش میرید پارک، میرید دشت، دمن، روستا، همه جا میتونید برید، درسته؟ ولی وقتی میرید باید در پاکیزگی اونجا هم کوشا باشید. الان که نزدیک عید هستیم و هوا خیلی خوبه و بهاری شده و همه جا سرسبز و پرگله، حتما برای گردش به یه پیکنیک میرید، به یه گردش میرید، اونجا فرش پهن میکنید، استراحت میکنید، بازی میکنید. ولی بچه ها میدونید که باید مراقب اونجا باشیم، مراقب طبیعت باشیم. بله، اینجا هم در مورد یه آقا پسر کوچولو مثل شما که با خانواده برای گردش به یک دشت سرسبز رفتن.
حالا بریم از این درس بخونیم و با مطالب زیبای این درس آشنا بشیم. خب، طبیعت زیبا، درس 16. بچه کتابای هدیه هاتون رو باز کنید همه. من ببینم این امی بردی های عزیزمون سوالش چیه، من ادامه بدم. امی بردی جون سوالت چیه؟ خانم جونم میگه خب بهار نارنج گلاب از طبیعت به دست میاد. بله بله پسرم، آفرین به شما. خب پسرای خوب من، الان بریم ببینیم در این درس طبیعت زیبا که داستان یه پسر کوچولو مثل شماست چیه. میخوام شما هم اگر در ایام عید به دشتی، دمنی، صحرایی جایی رفتید، یه جای خوش آب و هوا و سرسبزی رفتید، این کارها رو رعایت کنید. درس شانزده دشت پر از خانواده هایی بود که هر کدام در گوشه روی سبزه ها نشسته بودن. کودکان شاد و خندان به دنبال هم می دویدن. کمی دورتر چند نفر چیزهایی را از روی زمین بر می داشتن. علی با کنجکاوی از پدرش پرسید آنها چه می کنن؟ پدر گفت آنها زباله هایی را که مردم روی زمین ریخته اند جمع می کنن. علی خیلی ناراحت شد و با خودش گفت ای کاش در این طبیعت زیبا این همه زباله ریخته نمی شد. خب پسرا، کاشکی هم که ریخته نشه. بچه های گل من، حالا ادامه شو بخونیم ببینیم چی شده بر علی. پدر کیسه ای برداشت و در کنار دیگران مشغول شد. علی هم به کمک پدر شتافت. علی هم به کمک پدر شتاف یعنی چی؟ یعنی علی هم به کمک پدرش دوید که این کار رو انجام بده. کم کم افراد زیادی بلند شدن و دشت مثل اولش شد، تمیز و قشنگ. پدر گفت طبیعت نعمت خداست، ما نباید آن را کثیف کنیم. پاکیزگی از نشانه های دین ماست. ما باید همیشه و همه جا تمیز و پاکیزه باشیم. خدای مهربان برای نظافت ما آبی پاکیزه از آسمان فرستاده است. و انزلنا من السماء ماء طهورا و ما از آسمان آبی پاکیزه فرستادیم. خب بچه های خوبم نگاه کنید به این درس. بله، آفرین به شما پسرای عزیزم که خودتون از من بهتر میدونید. وقتی به طبیعت و گشت و گذار میرید، وقتی به بیرون از خونتون، حالا هر کجا که باشه، کوه باشه، دشت باشه، پارک باشه، جنگل باشه، هر جا که سفر میکنید، هر جا که میرید گردش کنید و میخواید از این طبیعت زیبا استفاده کنید، آشغالایی رو که تولید میکنید، مثلا خوراکی میخورید، غذا میخورید، آشغالاشو در طبیعت رها نمیکنید. بله من میدونم که شما دنبال خودتون یکی سه زباله میبرید، حتی تو ماشینتون یکی سه کوچولو بذارید. وقتی تو ماشینم خوراکی میخورید، زباله هاشو از شیشه پرت نکنید بیرون، داخل اون کیسه زباله بذارید و وقتی که به یک جایی رسیدید یک سطل زباله بود، اون کیسه ها رو بذارید داخل اون سطل زباله. بله من میدونم شما هم این میدونید که این طبیعت زیبا نعمتیه که خدای مهربان به ما عطا کرده و ما باید در پاکیزگی اون محیط چی باشیم؟ کوشا باشیم. پس بچه های خوبه من، پاکیزگی نشانه ایمان هستش. حالا با هم دیگه میخوایم بریم و صفحه بعدی رو کامل کنیم. آماده اید بریم صفحه بعدی رو کامل کنیم؟ از شما ها میپرسم آماده باشید. فکر میکنم خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم، زیرا خوب
کدومتون میتونید جواب بدید؟ دستتون میگیرید بالا. آفرین. ببینیم مهشاد چی میگه. مهشاد آفرین به پسرم که درس انقدر قشنگ گوش کردن و به خوبی به سوالا پاسخ میدن. سلام به روی ماهت. خوبی پسرم؟ خوبه. مهشاد ما دو تا دوست داشتیم، امین و مینا. از اول کتاب هدیه ها همراه ما هستن تو درس ها. امین میگه فکر میکنم. خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم. زیرا چی؟ زیرا در طبیعت آشغال نریزیم و مواظب باشیم. اینم درسته، باریکلا. خب بذار ببینیم از دوستای دیگه‌تون هم بپرسیم ببینیم اونای دیگه چی میگن. آفرین. خب باریکلا باریکلا. آفرین. مهدیار بگه خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم. خدا زیرا تمیز بودن رو دوست داره. باریکلا. خدا تمیز بودن رو دوست داره. این هم درسته. آفرین به شما. رادین بگه ببینیم چی میگه. رادین خب دستاتونو بگیرید بالا. هر کدوم دوست دارید پاسخ بدید دستاتونو بگیرید بالا. خب رادین جون سلام عزیزم. مرسی. خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم. زیرا در طبیعت آشغال نریزیم. خب خدا جای تمیز رو دوست داره. آفرین. زیبایی ها رو دوست داره. زیبایی ها رو دوست داره. مرسی باریکلا. آفرین به شما. دستتون درد نکنه پسرا که اینقدر خوب فعالیت میکنید. شما بفرمایید پسر خوبم. خدا دوست داره ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم. زیرا سلام به روی ماهت. خوبی پسرم؟ خب شما پاسخ بده ببینیم. خدا دوست داره ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم. زیرا چی؟ باریکلا. آفرین. تمیزی و پاکیزگی نشانه ایمانه. باریکلا. درست گفتی. آفرین به پسرم. مرسی از شما. خب سپهر بگه ببینیم چی میگه. سپهر جان شما چی میگی؟ جانم من میگم مثلا در آبهای جنگل ها زباله یا فاضلاب نریزیم، چون حیوان ها از اون آبها تغذیه میکنن، ممکنه براشون ضرر داشته باشه. درخت ها رو تو جنگل نباریم و مراقب جنگل باشیم. بله آفرین. خوب بود. نمیشد خواهم. مرسی. بله بچه های گل من، خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم، زیرا آبی پاکیزه از آسمان فرستاده است. بنویسید زیرا. آفرین به پسرام. زیر اجازه بدید من اینا ریزترش بکنم که خوشخط‌تر بشه. زیرا آبی اجازه بدید که من فارسی کنم براتون. بله زیرا آبی پاکیزه زیرا آبی پاکیزه از آسمان فرستاده است و پاکیزگی نشانه و پاکیزگی نشانه ایمان است. باریکلا. آفرین که اینقدر قشنگ به درسامون گوش بکنید. مرسی به شماها. بله خب خدا دوست دارد ما انسانها پاکیزه و تمیز باشیم، زیرا آبی پاکیزه از آسمان برامون فرستاده و پاکیزگی نشانه ایمان هستش. آفرین. بنویسید پسرای خوبم. بله خدا دوست دارد ما انسان ها تمیز و پاکیزه باشیم،
زیرا از آسمان آب پاکیزه برامون فرستاده و پاکیزگی نشانه ایمانه. حالا بریم سوال دوم. سوال دوممونو با هم دیگه انجام بدیم، گفتگو کنیم. خب میخوام با هم دیگه بریم و گفتگو کنیم. ما میخواهیم همیشه کلاس تمیز و مرتبی داشته باشیم. اکنون مشورت میکنیم. نظر من این است که چی کار کنیم؟ بیایید همه با هم تصمیم بگیریم. خب باید چی کار کنیم؟ حالا من این سوال میخواهم اینم کی میتونه جواب بده؟ ما میخواهیم همیشه کلاس تمیز و مرتبی داشته باشیم. اکنون مشورت میکنیم. نظر من این است که بیایید همه با هم تصمیم بگیریم. خب ببینیم پارسا چه تصمیمی میگیره؟ پارسا جان؟ سلام عزیزم، خوبی؟ خب شما نظرت چیه برای تمیزی و مرتبی کلاس؟ من میگم که آشغالامون رو زمین کلاس نریزیم، میتونیم بیاین توی کیفمون یه کیسه فریزر بذاریم. خب آشغالامون رو بریزیم توی بعد کتابامون رو اونور نذاریم، مدادامون رو گم نکنیم، مدادامون رو تراش نکنیم وسط کلاس. تراش مدادامون بریم کجا؟ تو سطح. خوراکی هم ای خوردیم آشغالش رو زمین کلاس نریزیم. پس به من بگو بنویسم. آشغال در زمین کلاس نریزیم. روی زمین نریزیم. درسته. آفرین. دیگه اجازه بده نریزیم. خب برای اینکه مراقب باشه مدادامونو گم نکنیم. اجازه بده من رنگارنگ بنویسم که بچه ها قشنگتر ببینن بنویسن. باشه. خب حالا گفتی آشغال رو زمین نریزیم، دیگه چی کار نکنیم؟ دیگه مدادهامونو در سطل کلاس تراش نکنیم. آفرین. مدادهامونو بنویسیم. اجازه بدید مداد هایمان را مداد هایمان را چیکار کنیم؟ وسط کلاس در سطل زباله تراش کنیم. در سطل زباله تراش کنیم. این طرف اون طرف یعنی نریزیم، تراش کنیم. خب اینم درست بود. مداد هامونو در سطل زباله تراش کنیم. بله پسر خوب. خب اینم یه دونش. حالا بریم ببینید دوستای دیگه‌مون چه نظری دارن. باشه پارسا. آفرین. ببینیم دوستای دیگه‌مون چی میگن. خب شما بگو ببینم آقای رادین قربانیان چه نظری داری؟ شما چه نظری داری؟ ببین پارسا گفت آشغال رو روی زمین نریزیم، مدادهای من رو در سطل زباله تراش کنیم، دیگه چی؟ خب هر وقت یادت اومد من بگو. خانم سوال چی؟ سوال یک یا دو. خب حالا شما بذار من از دوستات بپرسم. ما گفتگو کنیم هستیم پسرم. وقتی که گفتگو کنیم و باید انجام بدیم. خب امیر بردیا بقیهش بگه. گفتیم ما میخواییم همیشه کلاس تمیز و مرتبی داشته باشیم. اکنون مشورت میکنیم. نظر من این است که بیایید با هم تصمیم بدیم. پارسا تصمیم گرفت آشغال رو زمین نریزیم، مدادهامون رو در سطح زباله تراش نکنیم. شما چی میگید؟ نیمکش را موقع خارج شدن از کلاس. خب
باری کلا این هم درست بود. آفرین. حالا رادین جون، آقای قربانیان، الان متوجه شدی؟ حالا بگو به من رادین، حالا بگو پسرم. و برای اینکه کلاس ما کثیف نشه باید آشغال روی زمین نریزیم. بله باری کلا این هم درسته. آفرین. خب آشغال روی زمین نریزیم، مدادامون رو در سطل زباله تراش کنیم و باید بیام چیکار کنیم؟ خوراکی هامون، پسمانده خوراکی هامون رو در سطل بیاندازیم. بنویسید پسمانده، پسمانده خوراکی هایمان را، خوراکی هایمان را در سطل بیاندازیم. بله پسمانده خوراکی هامون رو زیر میزمون یا توی جامیزمون و اینا نذاریم. پسمانده خوراکی هامون رو در سطل بیاندازیم. آفرین. دیگه چی میتونه باشه؟ دیگه کی میتونه بگه؟ هر که میتونه بگه دستشو بگیره بالا تا من ازش بپرسم. هر که میتونه بگه بگه دیگه. آفرین. محمد حسن بگه. محمد حسن دیگه چه نظری داری برای تمیزی کلاسمون؟ محمد حسن چرا باز نشدی پسرم؟ خانم سهولت شدم میاد. بله صدا سمیاد. خب باید چی کار کنیم؟ دیگه شما چه نظری داری؟ کلاسمون تمیز باشه؟ بله. وقتی خوراکی میخوری باید چی کار کنی؟ راه بری یا راه نری؟ کلاسو بندازیم توی سطح زباله یا یک کیسه بذاریم کیسه پلاستیکی؟ کیسه پلاستیکی بذاریم تو کیف اون آشغال خوراکی همون رو بذاریم تو. خب من یه سوال ازت بپرسم، شما هنگام خوراکی میخوای بخوری باید یه جای بشینی یا راه بری؟ بشینم. پس میگیم هنگام راه رفتن در کلاس خوراکی نخوریم، درسته؟ این بنویسیم هنگام راه رفتن در کلاس خوراکی نخوریم. همینطور که بهتون گفتم تو خونه هم همین کارو بکنید. اگه میخواد خوراکی بخورید راه نرید دور خونتون اون خوراکی رو بخورید که همه جا بریزید. هنگام خوراکی خوردن یه جای بشینیم. پس هنگام راه رفتن در کلاس خوراکی نخورید. آفرین. جونم میگم بعد هدیه های آسمانی چی داریم؟ اگه برسیم فارسی کار میکنیم، اگه نرسیم هم شنبه کار میکنیم. مرسی. دست درد نکنه. بریم بچه ها. امین و مینا اینو نوشتید؟ همه بچه ها کامل بنویسید. آفرین. امین و مینا دو تا دوستای صمیمی کتاب هدیه های آسمانی ما. ببینیم امین و مینا چی میگن. امین و مینا در مورد طبیعت و زیبایی‌های اون دارن صحبت میکنن. خب حالا گوش کنید ببینیم امین و مینا چی میگن. امین میگه من در طبیعت میتوانم، حالا دستتونو بگیرید بالا. امین میگه من در طبیعت میتوانم. خب ببینیم آریا چی میگه. آریا جان. بله پسر خوبم. آریا جون من در طبیعت میتوانم قدم بزنم و از نعمتهای خدا چی؟ لذت ببرم. باری کلا. پس میگه امین میگه من در طبیعت میتوانم گردش کنم و از کی نعمت های خدا لذت ببرم. وای چقدر خوب میشه ها. پس امین گفت من میتونم
در طبیعت من در طبیعت می توانم من در طبیعت می توانم من در طبیعت می توانم گردش کنم و از نعمت‌های خدا لذت ببرم. باریکلا. آفرین که انقدر قشنگ جواب دادی. باریکلا. باریکلا. حالا بریم قسمت بعدیش. ببینیم مینا چی میگه. مینا: طبیعت زیبا. خب طبیعت زیبا آقای کیاشا بگه. طبیعت زیبا چی؟ طبیعت زیبا میتونی بگی؟ طبیعت زیبا از کیه؟ آره طبیعت الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء حي على الفناء چای گل من ما هم در طبیعت نباید آشغال بریزیم. مینا میگه در طبیعت زیبا. خب ببینیم نوبت کیاشای عزیز بود. کیاشا جان دستتو میگیری بالا عزیزم. کیاشا خب کیاشا پسرا دستاتونو شما بیارید پایین که من بتونم کیاشا دستشو بیاره بالا برامون. کیاشا جان دستتو بگی بالا پسرم دستو جواب بده. خب کیاشا اگه دستت بالا نگیری دیگه نوبتت نمیشه ها. حالا میریم سراغ بله کیاشا دیر اومدی دیگه. کسرا خانم مسارتی سلام عزیزم دوربینتو باز کن کسرا جون. خب کسرا
من در طبیعت، اینجا گفت امین گفت من در طبیعت میتوانم گردش کنم و از نعمتهای خدا لذت ببرم. نینا میگه طبیعت زیبا چیه؟ طبیعت زیبا را باید طبیعت زیبا از نعمتهای خداوند بخشنده و مهربان. زیبا از نعمتهای نعمت از نعمتهایی است. طبیعت زیبا از نعمتهایی است که از خدا به ما بخشیده است. درسته که خدا به ما بخشیده است. آفرین. خب پس اینجا میشه چی؟ میشه طبیعت زیبا از نعمتهایی هستش که خدا به ما بخشیده است. بنویسید. خب حالا بعدی را از کسرا میپرسیم. پس مینا گفت طبیعت زیبا از نعمتهایی است که خدا به ما بخشیده. دین چیه؟ اسلام دینه؟ میتونی بگی؟ خوبی است. خب این خوبه، درسته. روحام مصدق دستشو بگیره بالا. روحام، آفرین به روحام. روحام عزیز، بچه ها همه دستاتونو میارید پایین، روحام فقط دستشو میگیره بالا. روحام عزیز دستشو بگیره بالا. آقای روحام مصدق، روحام مصدق، بله منتظرتیم روحام، باریکلا به روحام. بله روحام میخواد به ما این قسمت رو جواب بده. امی اسلام دینه چیه؟ پاکیزگی و تمیزی. باریکلا. دین پاکیزگی و آفرین تمیزی است. خیلی خوب جواب دادی، باریکلا. پس اینجا میشه اسلام دین پاکیزگی و تمیزی است. باریکلا، آفرین به شما، مرسی که اینقدر قشنگ جواب دادی. خب حالا آقای کیاشا بگیره دستش بالا. کیاشا، خب کیاشای عزیز بعدی رو بگه. مینا، من برای تمیز نگه داشتن طبیعت باید اون رو آشغال تو جنگل نریزیم. سعی میکنم. مینا میگه من برای تمیز نگه داشتن طبیعت، خب سعی میکنم چی کار کنم؟ آشغال رو زمین نریزن. سعی میکنم آشغال نریزم. آفرین که میخواد سعی کنی. بگم چی میگی؟ گل بکارم. خب اون رو صفحه بعدی میگیم. باشه؟ چشم. حالا کسرا بگه چه سوالی داره. کسرا جون چه سوالی داری؟ دستت بگی بالا پسرم. خب ببینیم کسرا چه سوالی داره. مینا میگه من برای تمیز نگه داشتن طبیعت سعی میکنم آشغال نریزم. جونم چه پسرم؟ خانم من یه هفته است که نماز صبح و ظهر رو همیشه میخونم. باری کلا به تو. دوربینتو باز کن ببینم. آفرین بچه ها، باری کلا به تو. بچه ها ببینید کسرا مرتب داره نمازاشو میخونه. آفرین کسرا، باری کلا. به منم دعا کن، التماس دعا ازت داریم. موقع نماز ما رو دعا کن. باری کلا پسر خوب، باری کلا. خب آرتین ببینیم که میتونه حرف بزنه امروز یا نه. آرتین آخری رو بگه. سلام پسر خوب، شما بعدی رو جواب بده. امین من هم چی؟ من هم مینا گفت من برای تمیز نگه داشتن طبیعت
سعی میکنم آشغال نریزم. امین میگه چی؟ میگه من هم روی درخت در طبیعت بله میگه من هم اجازه بده خب گفتی دیگه مرسی میگه من هم زباله ها را در کیسه زباله میریزم و در سطل زباله میگذارم من هم زباله ها را بنویسید بچه ها من هم زباله ها را آفرین بهتون من هم زباله ها را در کیسه می‌ریزم و در سطل می‌گذارم آفرین که میگه من زباله ها رو در کیسه می‌ریزم و در سطل می‌ذارم. شما ها بس بعد این کارا رو کمک کنید بکنید. ببینید امین گفت من هم زباله ها رو در سطل در کیسه می‌ریزم و در سطل می‌گذارم. آفرین به پسران که اینقدر قشنگ به من جواب دادید. باریکلا. همه این صفحه رو تموم کردید؟ میخوایم بریم صفحه بعدی. دوست دارم همه قشنگ و خوشگل بنویسید تمیزان توی کتابتون. چی امی بعدی جون؟ پسرم؟ خب ببینیم امی بعدی چه سوالی داره؟ جنگ بعدی هم داریم؟ نه دیگه، زنگ بعدی میریم نهار بخوریم. باشه؟ آفرین بهت. خب الان اگر همه نوشتید من برم صفحه بعدی. همه نوشتید؟ آفرین. امین میگه من هم زباله ها را در کیسه میریزم و در سطل میگذارم. خب بریم صفحه بعدیمون. صفحه بعدی بچه ها سریع انجام بدیم که زمانمون خیلی کمه. خب اینجا گفته که ببین و بگو در هر تصویر چه میبینی؟ با کمک دوستانت برای هر کدام نام مناسبی انتخاب کن. خب میخوام یه نام انتخاب کنیم. روحام برای تصویر اولی. روحام صفیاری. روحام جون. آره روحام. آقای صفیاری عزیز خودتون نیستید. خب اهورا بگه. اهورا یه نام انتخاب میکنی؟ اهورا بعضی از بچه ها دیر میکروفوناتون باز میشه ها. خب ماهان منصوری عزیزم بگه. ماهان جان داری کلا پسر خوب. ماهان ماهان منصوری باز نمیشی؟ اشکال نداره. باز نشدید دیگه. خب ببینم کیاشا جون چه سوالی داری پسرم؟ چه نامی انتخاب میکنی برای این؟ گلر میگیم؟ نه این تصویر سمت راستی. آها همین که داره گل میکاره دیگه. بله میشه چی؟ امروز صبح کلیپمون بود در موردش. روز 15 اسفندم مناسبت داره. چی داره میکاره؟ داره درخت میکاره دیگه. پس آره. میشه بگیم درخت کاری. درسته؟ بنویسید آره. درخت کاری. برای این نوشتیم درخت کاری. یه نام انتخاب کردیم. داره چیکار میکنه این پسره؟ داره درخت میکاره. خب بعدی رو چی میگی؟ برای بعدی چی میگی؟ آب گل میده میشه چی؟ یه نام انتخاب بکن. آب گل. خب
نه آب به گل نمیشه. مثلا شما یه گل داری، هر رو آبش میدی چیکارش میکنی؟ آب دادن به گل. آب دادن به گل میشه چی؟ میشه آبیاری و مراقبت، درسته؟ آبیاری و مراقبت، هم داری آب میدی هم داری مراقبتشو میکنی، خوبه؟ آبیاری و مراقبت. خب بریم تصویرهای پایین ببینیم چی میگه، چی کار میکنن. خب شما دیگه انجام نده، نفر بعدی. بله ماهان دستش گرفته بالا، باریکلا ماهان. ماهان جان اینجا چی کار میکنن تو این تصویره؟ ماهان باز نمیشه. ماهان برات بچه اینجا تو این تصویر رفتن توی دشت، دارن چی کار میکنن؟ کیسه زباله دست گرفتن و دارن چی کار میکنن بچه ها؟ باریکلا که تو پیاما میزنید نظافت و پاکیزگی میشه، بنویسید نظافت و پاکیزگی. باریکلا آفرین بهتون. پس اینجا میشه چی؟ میشه نظافت و پاکیزگی. بزنیمش بنویسیم نظافت و پاکیزگی. دارن اینجا چی کار میکنن؟ دارن آشغالا رو جمع میکنن، دارن محیط زیست رو تمیز میکنن. نظافت و پاکیزگی. آفرین، پاکیزگی. خب پس اینجا میشه نظافت و پاکیزگی. ماهان جون برات باز نشد، خیلی وقتم موندم برات، اشکال نداره. آخری هم بچه ها نگاه کنید، احتیاط و پیشگیری از آتش سوزیه. اینا دارن الان آتشی رو که روشن بوده دارن خاموش میکنن تا باعث آتش سوزی نشه. شما هم بدونید که اگه رفتید یه موقع توی دشتی جنگلی جایی آتش روشن کردید، حتما آتشتون رو خاموش کنید، برید از اونجا دور بشید، چون امکان داره اگه خاموش نکنید اونجا چی بشه؟ باعث آتش سوزی بشه. پس اینجا میگه احتیاط و احتیاط و پیشگیری، پیشگیری از آتش سوزی. احتیاط و پیشگیری از چی پسرم؟ از آتش سوزی. آتش سوزی. باریکلا آفرین. پس اینجا میتونیم اسمشو بذاریم احتیاط و پیشگیری از آتش سوزی. بچه ها چهار تا تصویر داشتیم، به ما گفتش که مشورت کنید و یه نام قشنگ براش انتخاب کنید. اینجا این پسره داشت درخت میکاش، گفتیم درخت کاری. اینجا داره آب به گلا میده و مواظبشونه، گفتیم آبیاری و مراقبت. اینجا اومدن دارن محیط زیست رو تمیز میکنن، همه با هم دیگه با تعاون و همکاری دارن با هم محیط زیستمون آشغالا رو جمع آوری میکنن، میشه نظافت و پاکیزگی. در تصویر چهارم داره با سطل آب اون آتیشی که روشن کرده بودن و گذاشته بودن رفته بودن و خاموش میکنه که باعث آتش سوزی جنگل نشه، میشه احتیاط و پیشگیری از آتش سوزی. خب پسرای گلم خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید، دستتون درد نکنه، آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید، مراقب خودتونم باشید، خدا یارو نگهدار.